بهتر بود. اجرای رومو جولیت بود، خانم ستاره اسکندری و خانم شبنم طلوعی هر دو نقش جولیت رو بازی میکردند، یک شب در میون. یک شبی بود که خانم شبنم طلوعی اجرا نداشت ولی حضور داشت طبق برنامه‌ای که پیش بینی شده بود. آقای رضا مختاری نقش دلغک رو بازی میکرد در رومو جولیت و نیامد سر صحنه، اجرا داشت، دقایق میگذاشتن و اثری از رضا مختاری نبود. واقعا 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه مونده بود به اجرا. ما هم همیشه سر ساعت شروع میکردیم و من به شدت ناراحت و نگران. یه مرتبه خانم طلوعی اومد گفت من برم آقای دکتر. گفتم برو. با سرعت شگفت‌انگیزی خانم طلوعی لباس دلغک رو پوشید، رفت رو صحنه. من رفتم تو اتاقم نشستم به نوشتن و کار کردن. یکی اومد گفت بیاد ببینین، نمیخوان ببینین شبنم طلوعی چی کار میکنه. گفتم خاطرم جمعه، مطمئنم از ایشون. بچه های گروه همه نقشا رو میدونن. اینه یکی از ویژگی های گروه. یک شب دیگر باز مربوط به همین نمایش رومو جولیت و باز مربوط به همین خانم اسکندری و شبنم طلوعی این بود که خانم طلوعی رو صحنه بود. بار دوم تو یه لحظه ای که از صحنه اومده بود بیرون یه قرصی رو باید میخورد. نه، تو آنترکت بود. این قرص رو خورد و رفته رفته صورتش ورم کرد به طوری که چشماش دیگه دیده نمیشد. غیر ممکن بود خانم طلوعی بتونه بره رو صحنه و این اینقدر سریع انجام گرفت که خانم اسکندری با شلوار جینش که نمیتونست از پاش در بیاره فقط پیرهن جولیت رو تنش کرد و رفت رو صحنه. حالا نیمی از نمایش با خانم طلوعی رفته، نیم دیگر با خانم اسکندری. و بازیگر نقش رومو میگفت که من تا چند دقیقه پیش یه جولیت دیگه داشتم جلوی من بازی میکرد و به یک بار میبینم که جولیت دیگر اومده رو صحنه داره با من صحنه بالکن رو بازی میکنه. این اتفاقات میفته، ولی میخوام بگم که این تأکید من برای گروه به یک دلیل و دو دلیل نیست. میتونم بگم 100 تا دلیل حتی بیشتر وجود داره که تا زمانی که گروه شکل نگیره تئاتر در هیچ مملکتی شکل نخواهد گرفت. هیچ بازیگری تربیت نخواهد شد، هیچ کارگردانی رشد نخواهد کرد. من راست شما به فرار گذاشتم. به ادا رو سابقا 11 سال میذاره. چرا ماما بچه نیکنه سویت و پای پدر خود را انکار کن، خاندانت را انکار کن و اگر نمی کنی به عشق من سوگند یاد کن. من دیگر کاپولت نخواهم بود. چون این زاده شد در من عشقی، چون این عزیز به عزیزی، چون این دشمن.